سایت IMDB که به عنوان بانک اطلاعاتی فیلم ها شناخته میشه، سایتی مرجع و محبوب در زمینه فیلم و سینما و مسائل مرتبط با آن محسوب میشه. این سایت به کاربران خودش امکان میده تا جهان فیلم و سینما رو به طرق مختلف جستجو کرده و سطح اطلاعات و دانش خودشون رو در این زمینه افزایش بدن و یا تصمیم بگیرن که چه فیلم هایی رو تماشا بکنند یا چه فیلم هایی رو تماشا نکنند. با ما همراه باشید. اما پیش از آن کانال گروه سینمایی نیکیان را سابسکرایب کرده و با کلیک کردن آیکون زنگوله از آخرین ویدیوهای ما مطلع شوید. اپلیکیشن موبایلی این سایت هم بر بستر سیستم عامل اندروید و هم بر بستر سیستم عامل iOS موجود بوده و این خود امکان دسترسی دائمی و همیشگی رو برای کاربران مهیا میکنه. برای دسترسی و نصب اپلیکیشن موبایلی میتونیم از قسمت Get IMDb App استفاده کنیم. در سایت IMDb به راحتی و به صورت رایگان میتونیم حساب کاربری ایجاد کنیم. فقط کافی از منوی بالا و سمت راست گزینه ساین رو کلیک کرد و وارد صفحه ثبت نام بشیم. حالا میتونیم با انتخاب گزینه Create a New Account برای خودمون حساب کاربری ایجاد کنیم. همچنین اگر در سایت هایی مثل آمازون، فیسبوک، گوگل و اپل حساب کاربری داشته باشیم، میتونیم از طریق اون به عنوان کاربر وارد سایت بشیم. لازم به ذکره که بدون ایجاد حساب کاربری نیز میتونیم از عمده خدمات سایت استفاده کنیم. اما اگر مایلید که لیست تماشای مخصوص به خودتون رو ایجاد بکنید و در امتیازدهی فیلم ها شرکت کنید و یا نقدی بر فیلم مورد نظرتون بنویسید که میلیون ها نفر بتونن اون رو تماشا بکنن، حتما لازمه با حساب کاربری مخصوص خودتون وارد سایت بشید. در صفحه اصلی سایت یا همون هومپیج با وارد کردن عنوان فیلم و یا نام بازیگران و عوامل تولید میتونیم به صفحه مرتبط با اون رفته و به اطلاعات گسترده‌ای دسترسی پیدا کنیم. به عنوان نمونه فیلم پدرخوانده رو در این فیلم وارد میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید در صفحه مربوط به این فیلم در کنار عنوان فیلم و سال تولید اون امتیاز فیلم در سایت IMDb مشاهده میشه. اگه با حساب کاربری خودمون وارد سایت شده باشیم میتونیم امتیاز مورد نظرمون رو ثبت کنیم. در این قسمت علاوه بر پوستر فیلم، تریلر و آنونس فیلم نیز قابل مشاهده ای. در زیر عنوان فیلم رده‌بندی سنی فیلم، زمان فیلم و ژانر فیلم مشاهده میشه. رده‌بندی سنی R به این معنیه که افراد زیر 17 سال در کنار یک بزرگتر مجاز به تماشای فیلم هستند. اگه مایلی درباره رده‌بندی سنی فیلم ها نیز اطلاعاتی داشته باشید، لینک ویدئوی بالای صفحه رو کلیک کنید. در زیر قسمت تریلر و پوستر فیلم اسامی کارگردان، نویسنده، بازیگران و عوامل تولید فیلم لیست شده. در صورتی که خواسته باشیم به اطلاعات مربوط به هر یک از این افراد دسترسی داشته باشیم یا مایل باشیم فیلم هایی که در اون دسته در کار بودن و شناسایی کنیم، روی اون کلیک میکنیم و به صفحه مربوط به اون وارد میشیم. در این قسمت امتیاز فیلم در سایت معروف متاکریتیک نمایش داده میشه. متا اسکور در واقع میانگین نظر منتقدین و کارشناسان سینمایی در مورد فیلم مورد نظره. اگه مایلید در مورد سایت متاکریتیک و نحوه امتیازدهی و ارزش گذاری این سایت بر روی فیلم ها بیشتر بدونید، لینک بالای این ویدیو رو کلیک کنید. در قسمت ریویو نقد و بررسی کاربران معمولی و همچنین منتقدین و کارشناسان حرفه‌ای قابل دسترسیه. با انتخاب گزینه کریتیک به نقدهای منتشر شده منتقدین حرفه‌ای در مورد فیلم مورد نظر دسترسی خواهیم داشت. در این قسمت هم افتخارات فیلم در جشنواره‌های بین‌المللی به اختصار نمایش داده میشه که در صورت نیاز با کلیک بر روی گزینه سیمور میتونیم به اطلاعات وسیع‌تر در مورد افتخارات بین‌المللی فیلم در جشنواره‌های مختلف دسترسی پیدا کنیم. جوایز اسکار، گلدن گلاب، بفتا، نخل طلا و همه جوایزی که فیلم برنده و یا نامزد شده در این قسمت به تفصیل نمایش داده میشه. در بخش استوری‌لاین خط داستانی فیلم به طور مختصر ذکر شده، البته بدون اینکه فیلمو اسپویل کنه یا محتوای اونو لو بده. بخش دیدیونو یا آیا میدانستید خود از قسمت‌های متفاوت و متنوعی تشکیل شده. تریویا، نکات جذاب و خواندنی و شایعات پیرامون فیلم رو در معرض دید ما قرار میده. در قسمت گوفس، سوتی‌ها و گاف‌های فیلم که عموماً به خطاهای منشی صحنه شناخته میشه لیست شده. در بخش کوتس نیز به دیالوگ‌ها و نقل قول‌های مهم فیلم دسترسی خواهیم داشت. اگر در منوی جستجو گزینه ادوانس سرچ رو انتخاب کنیم، میتونیم به منابع موجود در سایت به صورت دقیق‌تر دسترسی پیدا کنیم. با کلیک روی گزینه ادوانس تایتل سرچ میتونیم انواع مختلف از اطلاعات فرست شده رو ترکیب بکنیم. اطلاعاتی نظیر عنوان فیلم، تاریخ انتشار فیلم، جستجو بر مبنای ریتینگ یا امتیازدهی کاربران، جستجو بر مبنای ژانر فیلم و مزایای اون.
میتونیم جستجو رو بر مبنای ژانرهای نظیر اکشن، کمدی، خانوادگی، تاریخی، رازآلود، علمی تخیلی، جنگی، ماجرایی، جنایی، فانتزی، وحشت، خبری، ورزشی، وسترن، انیمیشن و نظایر اون انجام بدیم. بخش IMDb پرو برای حرفه‌ای‌های صنعت سینما و شاغلان در این حرفه طراحی شده که در ویدئویی جداگانه به اون خواهیم پرداخت. کانال سینمایی گروه نیکیان را سابسکرایب کنید و با کلیک کردن آیکون زنگوله از آخرین ویدئوهای ما مطلع بشید. سپاس از همراهیتان.